استراتژی پولساز با الگوهای مسلسی درود به شما دوستان عزیز امیدوارم که حال دلتون عالی باشه علی روزی هستم عضو مجموعه کریپتو فارسی خب دوستان توی این ویدیو یکی از مهمترین مباحث رو میخوام بهتون توضیح بدم و بیشتر برای تازه کارها این در واقع مبحث به درد میخوره چون میخوام از سفر تا صد مسلس ها رو بهتون بگم و اینو بهتون بگم که کجا معامله باز کنید و حد زر و حد سودتون کجا باشه خب دوستان ما کلا سه نوع مسلس داریم توی کل الگوهای مسلسی در قالب کلی سه نوع مثلث داریم مثلث اول مثلث خنساست مثلث دوم مثلث صعودی هستش مثلث سوم مثلث نزولی هستش که به ترتیب هر کدوم و ساختارشون رو براتون توضیح میدم مثلث اولی که بررسی کنیم مثلث خنسا هستش که این خط آبی رنگ نوع ساختار این در واقع الگوی مسلسی هستش که همونطور که میبینید سقف پایینتر تر از سقف های قبلی و کف ها بالاتر از کف های قبلی ایجاد میشه که معنی این الگو اینو به ما میگه که نه خریداران برتری میکنن و نه فروشندگان و اینکه کف یا حمایت این الگو یک نوع حمایت دینامیکی هستش و سقف یا مقاومت این الگو یک نوع مقاومت دینامیکی هستش خب دوستان الگوی دومی که با هم بررسی میکنیم الگوی مثلث صعودی هستش که همونطور که از اسمش معلومه قدرت خریداران در این الگو بیشتره خب دوستان همونطور که میبینید مقاومت یا سقف های این الگو در یک محور افقی ایجاد شده و کف ها یا همون کف مسلس روی یه دونه حمایت دینامیکی ایجاد شده خب دوستان ساختار این الگوی مسلسی نگاه کنید اینطوره که سخف ها توی یه دونه برن و کف ها بالا و بالاتر دارن سبت میشن خب دوستان الگوی سومی که بهتون میخوایم یاد بدیم الگوی مثلث نزولی هستش که همونطور که میبینید کف ها در یه دونه محور افقی ایجاد میشه و سقف یا همون مقاومت روی یه دونه مقاومت دینامیکی ایجاد شده که همونطور که میبینید روی مسلس نزولی سقف ها کوچیک و کوچیکتر میشه خب دوستان مثلا بخوام براتون از بازارها مثال بزنم این الگوها رو الگوی اولی که بررسی میکنیم یک نوع در واقع الگوی خونسا یا همون الگوی متقارن هستش که در اون اولین مسلسی که با هم بررسی کردیم میشه در واقع همون مسلس خب دوستان شما الان سوال اولی که دارید اینی که من این الگو الان ایجاد شد من الان کجای این الگو ورود بزنم خب دوستان شما دقت کنید ببینید الان این الگو ایجاد شده شما منتظر میشید که از یک سمت رو به پایین یا بالا شکسته بشه خب دوستان ببینید الان توی عرض دوج تایم فریم یک ساعته این الگو رو به پایین شکسته شده و اینکه حالا آقا شما میگید خب رو به پایین شکسته شده ما در واقع حالا که میخوایم وارد بشیم شکسته شده حد زهرمون رو کجا بذاریم و حد سودمون رو کجا بذاریم خب دوستان شما ببینید باید بیایید حد زهرتون رو بذارید بالای الگوی مسلس یعنی ممکنه در واقع پولبکی هم داشته باشیم به سمت بالا دیگه زمانی که پولبک میخواد اتفاق بیفته شما باید حد زرتون رو جایی بذارید که در واقع حد زر شما رو نزنه مثلا میایید بالای مثلث یه دونه ناحیه در واقع مقاومتی پیدا میکنید که معتبر باشه مثلا الان توی این ارز دوج این ناحیه یه دونه ناحیه مقاومتی معتبری هستش که مثلا وارد شدیم میتونید حد زرتون رو اینجا بذارید خب حالا یه سوال دیگه ای هم که می میپرسید؟ اینی که آقا من حد سودم رو کجا بزنم؟ دوستان ببینید زمانی که الگوها ایجاد شدن مهم نیست تو چه الگویی باشه. شما حد سودتون باید به اندازه قاعده مثلث باشه. ببینید قا... قاعده اینجاست. کنید اینجا که با موس دارم نشون میدم. اینجا قاعده مثلثه. حالا ما نمیخوایم حد سود بزنیم دیگه. اندازه گیری میکنیم قاعده مثلث رو. و جایی که وارد شدیم قاعده مثلث رو ابتداش رو میذاریم همون جایی که سر به سرمونه خب دوستان ببینید حالا شما در واقع حد سودتون میادش روی, روی این منطقه خب اینم از حد سودتون حد زرتون که گفتم بالای مثلث باشه و اینکه روی یه دونه ناحیه مقاومتی مهم باشه خب دوستان این یه مثالی بود که از مثلث در واقع خونسای متقارن زدم حالا بریم سراغ الگوی بعدی که همین الگوی نزولی هستش خب دوستان همونطور که مشاهده میکنید توی این الگو کفها روی یه دونه محور افقی ایجاد شده و سقفها در حال کوچیک و کوچیکتر شدنه حالا همونطور که توی تصویر میبینید ما اول باید برای مشخص کردن حد سود بعد از شکست بعد بیایم در واقع قاعده مسلس رو اندازه گیری کنیم و سپس بیاریم بذاریم جایی که ورود زدیم مهم نیست ورود شما مثلا از پایین باشه یا از بالا ممکنه مسلس از هر جایی که شده مثلا رو به بالا یا پایین قطع کنه مهم اینه که شما دونستی آقا قطع شده و ورودتو میزنی پس از ورودم قاعده مثلث که میشه اینجای مثلث که با موس دارم نشون میدم اندازه گیری میکنید و میذارید روی اون نقطه ورودی که بوده و حد سودتون میشه ته این خطی که هستش حالا گفتم فرقی نمیکنه که حد ذره شما در واقع کجا باشه مثلا توی این مسلح است بالاخره یه دونه ناحیه مقاومتی مهم بخوایم پیدا کنیم که در واقع استاتیکی باشه مثلا این منطقه میتونه حد زرر شما باشه دوستان توجه کنید گفتم برای حد ضرر گذاشتن توی الگوهای مسلسی باید بالای مسلس و روی یه دونه منطقه مقاومتی مهم باشه که الان اینجا هم حد زر رو براتون مشخص کردم و حد سود رو هم براتون مشخص کردم امیدوارم که از این ویدیو خفن خوشتون بیاد و حتما ما رو لایک کنید و کانال رو دنبال کنید تا آموزش های جذاب ما رو از دست ندید